من وحید هستم، تیم من شروع میکنم. تیم لید قسمت دیتا تو شرکت شیپور هستم. ارائه امروزی که میخوام بدم راجع به فانکشنال پروگرامینگ در کاتلینه. حتی کاتلین از لحاظ دیزاین زبان فانکشنال حساب نمیشه، ولیکن کانستراکت های خوبی داره واسه شروع و اینکه بخوایم کار فانکشنال روش انجام بدیم. اگه خیلی علاقه من به برنامه نویسی فانکشنال بودید، میتونید از یه زبانی مثل اسکالا یا اگه خیلی دیگه علاقه من بودید از یه زبان پیوری مثل هسکل استفاده کنید. من توی این کدایی که آدرسش رو اینجا گذاشتم از هر کدوم از اینا سه تا مثال آوردم به کاتلین، اسکالا و هسکل، و میتونید مقایسه کنید ببینید که توی کدوم یکی از این سورس کدا اون کار فانکشنال رو به شکل بهتری میشه انجام داد. ریسورس هایی که اینجا آوردم از همه اینا استفاده شده توی این کار، نمیدونم معلوم هست یا نه، ولی یه سری ریسورس هایی هست راجع به فانکشنال پروگرامینگ، هسکل، فانکتور، اپلیکیتیو، موناد و مفاهیمی که توی فانکشنال مطرح میشه. دوست عزیزمون گفتن ارو، من واسه این از ارو استفاده نکردم که اولا ارو کار نکردم و دومی که میخواستم از بیس بدونیم که از هیچ کتابخونه استفاده بشه ببینیم که مفاهیم فانکشنال چیه، چون کتابخونه هایی که استفاده میکنیم قبل اینکه خودمون رو بدونیم باعث میشه که خوب مفاهیم رو متوجه نشیم. اولین قسمتی که توی فانکشنال پروگرامینگ هست بحث فانکشن های پیور هست. به صورت سنتی ما هر چیزی که یه افی باشه میگیم فانکشن، ولی توی فانکشنال پروگرامینگ فقط به فانکشن های پیور فانکشن گفته میشه، یعنی فانکشنی که ساید افکت نداشته باشه. الان چند تا مثال میزنیم از فانکشن های پیور. اول چند تا مثال از فانکشن های ایمپیور من براتون بزنم. فرض کنید ما یه فانکشنی داریم، یک ایکس رو میگیره یا اینتی رو میگیره یا اینتی رو برمیگردونه، ولی اون وسطش داره یه پرینتی هم انجام میده. ما به این پرینت میگیم ساید افکت. ساید افکت یعنی شما استیت دنیای خارج از فانکشن رو دارید عوض میکنید. برای همین یک فانکشن پیور همچین چیزی نباید توش داشته باشه. مثال دوممون یه فانکشنیه که یه اینت میگیره و یه دابل برمیگردونه و نگاه کنید هر دفعه چون دابل رندوم کال میشه هر دفعه یه مقدار برمیگردونه، یعنی شما یکی از شرطهای فانکشن پیور اینه که میگن رفرنشیال ترانسپرنسی، یعنی شما هر بار اون فانکشن رو با یه ایکسی کال کنید باید همون وای رو جوابش باشه، نباید به ازای دفعه های مختلف ران کردن جواب مختلف بگیرید. الان شما رندوم رو وقتی کال میکنید هر دفعه یه جواب میگیرید، پس اون یک فانکشن پیور نیست. یکی از شرط های فانکشن پیور که خب کاتلین بای دیفالت اونو نمیذاره انجام بدید اینه که مقدار ورودی ها رو نباید عوض کنید. وقتی شما میگید x مساوی 4 توی کاتلین تو جواب میشه این کارو کرد، تو کاتلین نمیشه این کارو کرد و ارور میده بهتون. پس اگر یه همچین چیزی داشته باشید پارامتر ورودی عوض کنید، اون فانکشن پیور نیست. یا حالت دیگه این پیور اینه که شما خروجی نداشته باشید، یعنی بگید که من یه اینتی رو میگیرم یه پرینتی انجام بدم، این میتونست هر چی باشه ولی چیزی بر نمیگردونم، یونیت مقداری که بر میگردم، پس اینم یه فانکشن این پیور. مثال بعدی شما یک استیت برنامه، یعنی یک چیزی که بیرون از فانکشن هست و قابل تغییره، مثلا این ول نیست، وره، ور وای مساوی یک و مقدار در حقیقت در ایمپیور فایل ما وای رو میگیریم یه دونه بهش اضافه میکنیم برمیگردونیم، ولی این فانکشن چون ممکنه اون مقدار وای تو طول برنامه عوض شه ما هر دفعه که اینو کال میکنیم ممکنه یه مقدار جدید برگردونیم، برای همین این فانکشن پیور نیست، از یه حالت دیگه هم پیور نیست چون ورودی نداره. پس یه فانکشن پیور باید فانکشن باشه که حتما ورودی داشته باشه، حتما خروجی داشته باشه، ورودیش ایمیوتبل باشه، خروجیش ایمیوتبل باشه، ساید افکت نداشته باشه، استیت هم نداشته باشه. مثال آخرم که بازم البته تو کاتلین عملا منتفی میشه اینه که شما خروجیاتون هم باید ور نباشه، ولی چون ور باشه باید ورودی یک فانکشن دیگه خواهد شد دیگه،
حتی باز چون پتن جلوشون میگیره اینجا تأثیری نداره، ولی توی یه زبانی که این اتفاق میشه بیفته باید حواسمون باشه که خروجیمون هم immutable باشه. حالا راجبون referential transparency که خدمتون عرض کردم، ما اینجا الان سورس واضحه اندازش میبینید؟ شما نمیبینید؟ نمیبینید. قبل از این بگم که ما توی کاتلین و توی زبانه که فانکشنال رو ساپورت میکنن، فانکشن از ولیوه، یعنی فانکشن با دیتایش فرقی نداره. برای همون شما میتونید تعریف کنید همونطور که میگید val x مساوی 4، میتونید بگید که val add 1 و تایپش چیه؟ تایپش به جای int یه تایپیه که int میگیره و int برمیگردونه. توی کاتلین اگه بخواییم تایپ فانکشن رو مشخص کنید اینطوریه که لیست پارامتر توی پرانتزی هست، مثلا int int int، یعنی فانکشنی که سه تا int میگیره و یه int برمیگردونه. ولی اگه حتی یه دونه هم داشته باشید باید این پرانتز رو بذارید جلوش. این آکولاده در حقیقت بهش میگن لامدا اکسپرشن. لامدا اکسپرشن ها فانکشن هایی هستن که اسم ندارن و به این شکل تعریف میشن. میگن من یه فانکشنی هستم که یه وای میگیرم و حاصل جمع وای به اضافه اکس رو برمیگردونم. حالا تا وایی که به فانکشن هایی که رفرنشال ترانسپرنت باشن میشه اینا رو کاهش داد، ریدیوس کرد، یعنی مقدارشون رو، چون که یه فانکشن ریاضیه دقیقاً همونطور که تو ریاضی میتونیم مقدار فانکشن رو کاهش بدیم، اینجا میتونیم این کار رو بکنیم. پس میگه من یه فانکشنی هستم که یه اینت میگیرم، یه اینت تحویل میدم و اینطوریه که هر پارامتری بدیم من اینو با x جمع میکنم و اینجا این x، این x بالاست. اینجا دقت کنید چون این ول هست اون شرط شامل اون شرط ها نمیشه، یعنی همچنان یک فانکشن پیور هست، چون مقدار این دقیقاً انگار عدد 4 رو گذاشتیم و تأثیری توی اون نمیذاریم. معادله این فانکشن، میتونید این فانکشن ولیو رو به صورت فانکشن دفینیشن بنویسیم. بگیم فان اد وان اف، این وای رو به عنوان پارامتر بدیم، خروجمون هم که اینت میشه وای به اضافه ایکس. مثال دوم یک خورده پیچیده‌تر. فرض بفرمایید که یه add 2 داریم، یه int میگیره و یه int برمیگردونه و ما میگیم این لامدا و این همونطور که میتونیم بگیم f3 توی کاتلین، میتونیم بگیم f3 اپلای کنیم یک فانکشن روی ولیو، اینجا میتونیم کل این لامدا رو روی ولیو اعمال کنیم. پس میگیم که اینجا این 3 رو رو کل این آکولات از جایی که هایلایت شده اعمال کن. این 3 میاد جای این y میشینه، برای همه این تبدیل میشه، کاهش پیدا میکنه به یه فانکشنی که یه x میگیره و از x3 به اضافه x رو برمیگردونه. قسمت دوم همون فانکشن رو کاهش دادیم، این y رو کشوندیم توی پارامترها، پس این قسمت برامون مونه x y به اضافه. دوباره اینو که اعمال کنید روی این لامدا، این 3 میاد جای این x میشینه و این میشه y به اضافه 3. پس کل این فانکشن کاهش پیدا کرد به y اضافه 3. مثال بعدی یه مثال جالب تریه. یه همچین فانکشنی هست و تهش میبینیم که این با عدد 3 برابری میکنه، یعنی اصلا هیچ کدوم از پارامتراشو در نظر نمیگیره. اینجا اگه دقت کنید یک لامدایی هست که یک دبلیو میگیره و از این از اون هایلایت تا این رو 2 رو روش اعمال میکنه. پس این 2 میاد جای y میشینه. پس این میشه یه فانکشنی که x y به اضافه بخشی جایی باید میشینه x 2 به اضافه x، دوباره اون رو 1 اعمال میکنه، 2 به اضافه 1، یعنی هرچی که بدید 3 برمیگردونه و پایین دوباره اینو کاهش دادیم، w رو آوردیم توی پارامترها، دوباره همینطور اینا رو اعمال کنید کاهش پیدا میکنه و این پایین ما assert های اینا رو چک میکنیم، یعنی وقتی میگم که میبینیم همه اینا، حالا چون صفحه خیلی بزرگ شده من نمیتونم، باید اسکرول کنم به بالا، ولی اگه یادتون باشه که اینا چیه، کل این فانکشن های عدسه عدسه پریم زگون فلان تهش یه چیزن و همه باید سه برگردونن. وقتی رام میکنیم کل اثرات همون پاس میشه و هیچ اروری نداریم. ببخشید من هیچ خوش میشه در اون مجموع باز خواهی میکنم اصلا. نه متد نیستن، فانکشن هم فانکشن رو
نه بحث رفرنشیال ترانسپرنسی بود که وقتی یک فانکشن رفرنشیال ترانسپرنت باشه شما میتونید کاهشش بدید چون همیشه مطمئنه که به ازای یک ورودی یک خروجی میگیری، ولی یه فانکشنی که مثلا توش تابل رندوم استفاده شده باشه یا یه پرینتی توش باشه یا استیتی عوض کنه یا یه وب سرویسی رو کال کنه با دنیای بیرون یه ساید افکتی داشته باشه شما نمیتونید اینو ریدیوس کنید. من در حقیقت این ارائه‌مو شکوندم به چند تا قسمت که اینا کانستراکت‌های برنامه‌نویسی فانکشناله. از پیور فانکشن‌ها شروع میشه، ریکرژن، هایر اوردر فانکشن، پارشال اپلیکیشن، فانکتور، اپلیکیتیو و موناد. موناد تهش اینطوریه که در حقیقت کانسپتیه که ساید افکت رو مثل استیت، مثل وب سرویس، مثل چیزایی که گفتم رو بتونید توی یک روشی کاملا فانکشنال پیور مدیریت کنید. مثالاش اینجا الان فرض کنید همون چیزی که گفتم، مثال اسکالاش هم اینجا هست. خب همونطور که می‌بینید اسکالا 10 سال قبل از کاتلین بکنم اومده و دوستمون اومده همه این کانستراکتور رو برداشته، یه چیزاش هم ریخته دور و کاتلین رو ارائه داده و هسکل هم این بالاش هست. هسکل هم اگر نگاه کنید، هسکل فانکشنش اینطوریه که فانکشن رو تعریف میکنید، میگید اینت به اینت و لامدا رو تعریف میکنید. حالا این الان وقت نمیشه و اینا رو بگم، ولی نگاه کنید هسکل یه زبون کاملا فانکشناله. حتی تو سینتکس شما میتونید پریم تعریف کنید، مثل ریاضی که میگید اف پریم اف سگوند، و همونطوری که ریفرمول ریاضی رو مینویسید همونطور میتونید برنامه هسکل بنویسید اگه علاقه داشتید. حالا اونو خودتون توی یه چیز نگاه کنید. قسمت بعدی در حقیقت بحث ریکرژن. خب ما وقتی میایم توی زبون فانکشنال استیتمنت نداریم. استیتمنت یعنی چی؟ یعنی فور، لوپ، وایل، اساینمنت وریبل، چیزایی مثل این نداریم. پس وقتی که اینا رو نداریم چجوری باید اینا پیاده سازی کنیم با ریکرژن؟ یه مثال براتون بزنم. فرض کنید که ما یه لیستی داریم از اینت و میخوایم ماکسیموم اینو حساب کنیم. توی برنامه نویسی فانکشنال اینطوری که شما تایپ فانکشنو که در بیارید نصف فانکشنو نوشتید، چون همه چی با تایپ نوشته میشه. واسه یه بحثی ادامهش داره تایپ پروگرامینگ، یعنی شما با تایپ ها بتونید برنامه بنویسید. خب ما شرط همون چیه؟ به این ون توی کاتلین میگم پترن مچینگ، یه خیلی ناقصه نسبت به پترن مچینگی که اسکالا یا هسکل داره. الان مقایسه که بکنیم متوجه میشه. ما میام مچ میکنیم، میگیم که شرط بذار وقتی مکس یه لیستی رو میخوایم حساب کنیم، میگیم اگه خالی بود صفر برگردیم، اگه یه لیستی بود با یه عنصر همون اولیشو برگردون که خود عنصره. در غیر این صورت هد میشه اولین عنصر اون لیست، تیل میشه از عنصر یکم تا آخر اون لیست، مکس تیل میشه مکسیموم اون تیلی که داریم و این هد رو با مکس تیل مقایسه میکنیم. اگه بزرگتر بود میشه هد، در غیر این صورت میشه اون مکس تیله. و اینجا اگه اثرتو چک کنید، ما یه لیستی میدیم و میگیم انتظار داریم مکس این بشه 90 و مکس لیست خالی بشه 0. وقتی اینو رام میکنیم درست میشه، اثرتمون پاس میشه. همینو تو اسکالا اگه نگاه کنید پترن میچینگش یه خورده غنی تره. شما میتونید بگید لیست خالی کلا 0، لیست یه ای همون ای، یعنی میفهمه که دیکامپوز شده به یه لیستی که توش یه ای هست، و یه حالتی لیستی داریم که یه A هست و چسبیده به یه لیستی دیگه به اسم A's که مکس تیل میشه مکس این، و اگر A بزرگتر از این بود A باشه غیر از اون مکس تیل. و همینطور توی هسکل اگه نگاه کنیم، هسکل باز از این ساده تره. من چرا مکس پریم گذاشتم؟ چون خودش یه فانکشن مکس داره، توی پریلودش قاطی میشه. میگید مکس پریم یک فانکشنه که یه لیستی از اینت به اون لیست اینت رو خیلی ساده تو هسکل میشه تعریف. لیست اینت و لیست اینت، لیست خالی مکسیمومش میشه 0، مکسیموم یه لیستی از A میشه A، مکسیموم A از این میشه همون. اگه نقد کنید اسکالا بیشتر به این شبیه و همینطور میاد طیف فانکشنالمون کمتر میشه هرچی سمت کاتلین میاد. بحث بعدی بحث های اوردر فانکشن هست. های اوردر فانکشن فانکشنیه که یک فانکشن دیگر رو به عنوان پارامتر قبول میکنه. فرض بفرمایید ما یه افی داریم که یه اینت میگیره و یه اینت برمیگردونه و هر چی که بگیره یه دونه بهش اضافه میکنه. یه جی داریم، یعنی این دوتا رو میتونیم با هم دیگه استفاده کنیم، یعنی چه فانکشن ولیو باشه چه فانکشن دفینیشن باشه.
یه جی داریم که یه اینت میگیره و سه تا ازش کم میکنه. یه اچی داریم که این اچ خودش یه افی میگیره، یه جی میگیره، دوتا فانکشن میگیره و یه اکسی میگیره و اول جی رو روی اون اکس اعمال میکنه و بعد اف رو روی حاصل اون اعمال میکنه. بنابراین اگر ما اچ رو کال کنیم میتونیم این اف رو به عنوان پارامتر بفرستیم، این متد رو با این دو نقطه میتونیم بفرستیم که اینجا باید کلاس اون چی باشه، چون کلاسش خودشه هیچی نمیذاره، میگیم دو نقطه جی، ولی جی رو اینطوری نمیتونیم کال کنیم. این زیرش اگه نکنید ریز یه چیز قرمزی کشیده که اینا رو بده. پس ما انتظار داریم 4 بیاد اینجا، 4 بیاد به جای x و جی میاد، یعنی از x تا کم میشه، 4 منهای 3 میشه 1، بعد f میاد یه دونه بهش اضافه میکنیم میشه 2. پس انتظار داریم که اگه assert میکنیم مقداریم بشه 2 و این اتفاق میفته. همینو میتونیم دوباره توی اسکالا ببینیم، خیلی شبیه هم اونجا. چش. یه خورده اینوری باید ببینم تو چشم الان. خیلی ببرید. خوبه الان. الان خاطر صدام خوبه. ببخشید. و خیلی شبیه همونه و توی اسکالش هم اگر نگاه کنید تقریبا شبیه هم. یه بحث خیلی مهمه توی فانکشنال پروگرامی پارشال اپلیکیشنه، یعنی یک فانکشن رو به صورت تیکه تیکه روی پارامترش اعمال کنیم، هر دفعه روی اون اعمال نکنیم فرض کنید. و اینم بیشتر توی این حالتهایی که فانکشن دفینیشن دارید نمیشه این اتفاق بیفته، باید به این صورت تعریف کنید. فانکشن ولیو هستن. ببینید توی فانکشنال پروگرامی یک مفهومی هست به اسم کارینگ، که این کارینگ با پارشل اپلیکیشن کاملا کنار هم دیگه هستن. کارینگ اینه که شما یک فانکشن با n تا پارامتر رو میتونید بشکنید به n تا فانکشن با یه پارامتر و اینجا چیز ریاضی ثابت شده است. در ادامه مثلا تو هسکل خواهید دید که کل فانکشن های هسکل یه پارامتر دارن و بای دیفالت همه چی کاری میشه اونجا. مثال براتون بزنم، فرض کنید ما یه g داریم حالت عادی، میگیم که یه x و یک y رو میگیره و جمعشون رو برمیگردونن. ما میتونیم اینو این شکلی بنویسیم، فانکشنی که دوتا ولیو رو با هم جمع میکنه در حقیقت فانکشنی که یه ولیو میگیره یه اینت میگیره و یه فانکشن دیگه ای میده که اون خودش یه اینت میگیره و یه اینت برمیگردونه. یعنی فرض کنید من مثلا اینجا الان توی مثال میبینیم، مثلا میگیم پارشال یک مساوی اف یک. اف یک یعنی که هر عدد این خودش یه فانکشن میشه، چون اومده روی این اعمال شده و خروجی این ببینید خودش یه فانکشنه، پس خروجی f1 یک فانکشنه. f1 چون فانکشنی که هر چی بگیره با یک جمع میکنه، دقیقا به جای پارشال یک شاید بهتر بنویسیم اد یک، یعنی هر چی میگیری با یک جمع کن. و ادامش اگه بگیم اون پارشال یک رو با 3 جمع کن، 3 با یک جمع میشه و نتیجهش میشه 4. الان اینو ران کنم نتیجهشو ببینید. ببینید ما پارشال یک رو گفتیم جاوا کلاسش رو بنویس، خودش یه چیز پارشال اپلیکیشن و یه خورده از این چیزهای رمزی که داره، که یعنی این یه پارشال اپلیکیشنه. اگه بگیم خودش رو بنویس تو استرینگش خیلی تمیز می‌نویسی که این یه اینت میگیره یا اینت برمیگرده، یعنی اف خودش یه فانکشنه که یه اینت میگیره و یه اینت برمیگرده. و اینجا هم اسرت کردیم، گفتیم که پارشال 3 یعنی 3 رو بده به این یه بارم با یک جمع کن میشه 4. یا بگیم f4، این f4 خودش یه فانکشنه که میتونیم اعمالش کنیم رو 5، یعنی هر چی رو میگیری با 4 جمع کن و پس این باید بشه 9 و اینا هم پاس شده اینجا، یعنی این شده 4 و این شده 9. حالا میرسیم به قسمت فانکتور. جان اگه میشه یکم توضیح، آره اگر میشه یکم توضیح بدین که کرینگ در واقع تفاوتش با پارشال چیه؟ من دقیقا تفاوتش رو متوجه نشدم. حتی کارینگ اسم آقای هسکل بوده، هسکل کاری که اسم زبان هسکل رو از رون گذاشتن و کارینگ رو از رون به افتخارشون گذاشتن کارینگ.
ببین گفتم این دوتا کاملا کار یعنی نتیجه پارشل اپلیکیشن هم. یعنی شما اگه بتونی پارشل یه تابعی رو اعمال کنی تیکه تیکه، پس میتونی فانکشن ها رو کاری کنی. یعنی بگی f به جای اینکه بگی g x و y، بگی f یه x که خودش یه y میگیره و یه z میده. یعنی نمیتونم اینا رو جدا کنم ازتون. پارشل اعمال کنید نتیجهش میشه همون کارینگ. از توی خیلی از این کامیونیتی هم خیلی بحث سریعه که اینا چه فرقی با هم دیگه دارن، ولی فرقش اینه که اینا دوتا چیز نیستن، یکی نتیجه یه چیز دیگه است.